جناب آقای شهروند، امروز دور دوم از دفاعیات حمید نوری شروع شده. ما از صبح تا همین الان شاهد بودیم که یه سری مدارک جدید ارائه شد در رابطه با حکمی که آقای خمینی صادر کرد، اما همچنان می‌بینیم که حمید نوری مانند دور اول دفاعیاتش مدام به در واقع افرادی که در دادگاه شهادت دادن و یا به عنوان شاکی حضور داشتن توهین میکنه و آنها رو دروغگو خطاب میکنه. نظر شما درباره این برخورد، این رفتار چه هست؟ اصلا من اول یه چیزی بگم، بار اول که من محاکمات حمید نوری بود خیلی افسرده میشدم و گاهن اصلا نمیتونستم خودم رو کنترل بکنم، ولی الان یه جورایی عادت کردم. مثلا طنز تاریخ صحبت هایی که این میکنه، اصلا پاسخ هایی که ارائه میده اصلا خیلی قابل قبوله و در جواب کسلبری کنیس لویس میگفت که اصلا تمام این مدارک دروغ، تمام این چیزها چرت و پرت و مسخره است و با لحن بسیار بسیار ناشایست و غیر قابل قبولی تمام مسائل رو، تمام جنایات در واقع حوزه زندان گوهردشت رو نفیش میکرد، یعنی با یک دروغی، با یک وضعیت بسیار زننده اصلا توهین میکنه به دادگاه، مسخره میکنه فرهنگ غالب بر صحبتهای ایشون، بسیار بسیار زننده لامپنیز و اصلا من هر لحظه منتظر بودم که قاضی بخواد جلوی این صحبت ها رو بگیره که متاسفانه ادامه میده. کلن این جنایات رو داره محکوم میکنه، چیز میکنه، نفی میکنه، ندیده میگیره و منکرش میشه. نظر شما در رابطه با حکمی که آقای خمینی صادر کرده چه است؟ دیدیم که صحبت‌های ابراهیم رئیسی پخش شد و به این حکم اشاره کرد و اسم سه نفری که در این حکم اومده، ولی حمید نوری مدعی امروز که این حکم در واقع متفاوت هست با اون نامه فتوایی که آقای منتظری در کتابش منتشر کرده. برای اینکه صحبت‌های حمید نوری مبتنی بر دروغ و در واقع لومپنیزه، این یک حکمیه که خمینی با دستخط خودش داده. آیت الله منتظری به عنوان انسان، یعنی در واقع جانشین خمینی، بعد از جدایی با خمینی این مسئله رو کلا مطرح میکنه و با اینا نشست داره، در نشست خودش صحبت های رئیسی هست و ازشون التماس میکنه و گذشت کنید به خاطر این ایام محرم. بگه نه، ما این 600-700 تایی رو دیگه داریم باید انجام بدیم و تمام مدارک ارائه شده است، یعنی چیزایی نیستن که کسی از خودش در آورده باشه. آخر سر خودش میگه من در تایید میکنم، نه در واقع رد میکنم، منکرش میشه، یعنی در واقع چیزی رو که بر مبنای اون 4000 نفر رو به حداقل به مسلخ بردن و در واقع شاکی ها هستن، حالا یه تعدادشون داخل دادگاه حضور دارن، خیلی ها نیستن، تمام اینا رو رد میکنه، یعنی میدازشون دنبال کشتاری که در واقع به دنبال حمله مجاهدین انجام گرفت و اصلا یه چیزایی میگه که آدم واقعا حیرون میمونه از این پاسخ ها و رد میکنه تمام جنایات و تمام کشته شده ها و تمام قتل آمار و تمام این یادگارهایی که از اینا مونده و ندادن قبراشون، اصلا ره به همین جریان میبره، همه چیز رو منکر. خب به نظر شما این انکار تا کجا میتونه پیش بره؟ آیا به نظر شما در نهایت البته که این انکار ره به جایی نمیبره. این دادگاه به شهادت هایی رو داره که حداقل بالای 100 نفر هستن از شاکی و شاهد که دلایلی دارن، اینا دیدنش، اینا تمام نشانه ها و چیزهایی رو که میگن در واقع صدق این مسئله رو نشان میده و یکی از وکلا میگفت که فلان کس آخه تو مملکت شما کجا 4 ماه یه نفر میتونه بخاطر وضع هم به خانوادهش دور از این جریان باشه، که خب میخندید به این صحبت رو میکرد که این میگه آره جریان اینطوری بوده. البته صحبت های کنس لویز هم در واقع یه بقداری به اون کمک میکرد، چون دیکته صحبت ها و در واقع رهنمون های اونجایی هست که ازش پول میگرد از طریق مجاهده فرقه رجبی در واقع بهتره که میگم، ولی خب به هر حال صحبت هایی بود که پاسخ نداد براشون، همه شون ازش فرار میکرد و منکرش میشون. خیلی از شما سپاسگزارم آقای مختار شهروند. مرسی، خواهش.